انتخاب شده ها از تأثیر کلیم الرحمن فی تفسیر کلام المنان علامه عبدالرحمن صدی رحمه الله و سوال ها بر اساس آن تفسیر سوره فاتحه و آن سوره مکی است. به نام الله بخشنده مهربان، ستایش مخصوص الله است که پروردگار جهانیان است. بخشنده مهربان است، مالک روز جزا است. تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجویم. ما را به راه راست هدایت کن، راهی کسانی که بر آنان نعمت دادی، نه راهی غضب شدگان و نه راهی گمراهان. بسم الله، یعنی به همه نام های الله تعالی آغاز میکنیم، زیرا لفظ اسم تنها مضاف است، پس تمام نام های نیکو را فرا میگیرد. الله همان پرستیده شده و معبود است. او به تنهایی شایسته عبادت است، زیرا او به صفت های الوهیت که صفت های کمال است متصف میباشد. الرحمن الرحیم دو اسم است که بر این دلالت میکند که او تعالی دارای رحمت وسیع بزرگ است که همه چیز و همه زنده را فرا گرفته است و آن را برای پرهیزگاران، پیروان انبیا و رسولانش قرار داده است. پس برای اینها رحمتی بیکران است و برای دیگران نصیب از آن است. دان که یکی از قاعده هایی که سلف و امام های این امت بر آن اتفاق دارند، ایمان به نام ها و صفات های الهی و احکام متعلق به صفات ها است. به طور مثال آنها اعتقاد داشتند که الله رحمان و رحیم، بخشنده و مهربان است، دارای رحمتی است که به آن وصف شده است، تعلق به رحمت شده دارند. پس همین نعمت ها اثر از آثار رحمت او می باشند. در دیگر نام های الهی اینچنین اعتقاد داشتند. در العلیم گفته می شود همانا او دانا و دارای علم است، با آن همه چیزها می داند و قادر، دارای قدرت است که بر همه چیز توانایی دارد. الحمدلله، همان ستایش الله به صفات های کمال و فعل هایش که در میان فضل و عدل دور میزند می باشند. پس ستایش کامل به همه وجهش از آن است. رب العالمین، رب همان پروردگار همه عالمیان است و آنها جز الله هستند، چرا که الله آنها را آفرید و برای آنها آلت ها را معین نمود و بر آنها و به نعمت های بزرگ نعمت داد که اگر آن را از دست بدهند برای آنها باقی ماندن امکان ندارد. پس آنها هر نعمتی را که دارند از جانب او تعالی است و تربیه او تعالی برای خلقش دو نوع است، عام و خاص. تربیه عامه این است که او مخلوق ها را آفریده و به آنها روزی داده و آنها را به مصالحشان که باقی ماندنشان در دنیا به آن وابستگی دارد هدایت کرده است، و تربیه خاص تربیه او برای اولیاءش می باشد. پس آنها را به ایمان تربیه می کند و آنها را برای آن توفیق می دهد و ایمان را برای آنها کامل می گرداند و مانعهای را که میان آنها و او پرده است از آنها دور می کند. و حقیقت این نوع تربیت عبارت است از موفق شدن به انجام دادن هر خیر و نیکی و از مرتکب شدن هر زشتی و بدی پرهیز نمودن است. و شاید همین معنا همان سر در بیشتر بودن دعاهای انبیا و کلمه رب باشد. پس همان و همه خواسته های آنها در زیر پروردگاری خاص او داخل می باشد. پس فرموده او رب العالمین دلالتگری یگانه بودن او در آفریدن و تدبیر امور و عطای نعمت ها و بینیازی او و نیازمندی عالمیان به همه وجه اعتبار به سوی می باشد. مالک کسی است که به صفت ملک و پادشاهی متصف باشد. به همین خاطر امر و نهی نموده و پاداش و جزا می دهد و با زیردستانش هر طور که بخواهد رفتار می کند. در این آیه مالک به یوم الدین اضافه شده است و یوم الدین و آن روز قیامت از روزی که مردم پاداش عملهای خوب و بدی خود را دریافت میکنند، زیرا در آن روز حقیقت پادشاهی و عدل و حکمت الهی و قد شدن پادشاهی آفریدگان برای خلایق آشکار میگردد، تا جایی که در آن روز پادشاهان و زیردستان و غلامان و آزادان برابر میباشند، همه در برابر عظمت و عزت او سر تعظیم فرو آورده در انتظار مجازات او بوده، امید ثواب از او دارند و از عذاب او در حراسند. به همین خاطر الله بیان داشته که مالک روز جزا است، وگرنه الله مالک روز قیامت و دیگر روزها است.
اياك نعبد و اياك نستعين يعني تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم زیرا تقدیم معمول افاده حصر میکند و آن اثبات حکم برای مذکور و نفی آن از غیرش میباشد پس گویا که او میگوید تنها تو را میپرستیم و غیر تو را نمیپرستیم و از یاری طلب میکنیم و از غیر تو یاری نمیطلبیم و به خاطر اهتمام دادن به حق الله تعالی و تقدیم نمودن آن بر حق بنده میباشد و عبادت اسم جامع و فراغ است همه عملها و گفتارهای ظاهری و باطنی را که الله تعالی آن را دوست میدارد و از آن راضی میشود در بر میگیرد و استعانت همان تکیه کردن بر الله تعالی در جلب منفعت ها و دور کردن ضررها با باوری کردن به او در حاصل کردن این مهم میباشد انجام دادن عبادت برای الله تعالی و از او یاری جستن وسیله برای کسب سعادت ابدی و نجات از همه بدی هاست پس بجز این دو راه راه برای نجات وجود ندارد و عبادت زمان عبادت حساب می شود که از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته شده و مقصد از انجام آن راضی الله تعالی باشد پس به این دو امر عبادت حسابیده می شود و یاری جستن را پس از عبادت ذکر کرد و این که یاری جستن نیست بعضی از عبادت است به خاطر اینکه بنده در انجام عبادت به یاری الله تعالی نیازمند است زیرا اگر الله تعالی او را یاری نکند نمیتواند امرها را انجام دهد و از نهی شده ها پرهیز کند سپس الله تعالی فرمود اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما را رهنمایی و هدایت کن و برای راه راست توفیق بده و آن راهی رفشن است که انسان را به سوی الله و جنت می رساند و آن دانستن حق و به آن عمل کردن است. پس ما را به سوی راه راست هدایت نما و ما را در راه راست هدایت نما. پس به سوی راه راست یعنی به دین اسلام چنگ زدن و از دیگر دینها روی گردانیدن است. و هدایت در راه راست شامل همه تفصیلهای علمی و عملی دین می باشد. پس این دعا جامعترین دعاها و فائده آورترین آن برای بنده است. بنابراین واجب است که در هر رکعت از نمازش با این دعا الله را دعا نماید. چون انسان به این نیاز دارد و این راه راست عبارت است از صراط الذین انعمت علیهم راه کسانی که به آنها نعمت داده ای از پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران غیر المغضوب علیهم غیر راه کسانی که بر آنها غضب نمودی آنهایی که حق را شناختند و به آن عمل نکردند یهودیان و همانند آنها ولدالین و نه راه گمراهان همانی که به سبب نادانی و گمراهی از حق رو گردان شدند مانند نصارا و امثال آنها پس این سوره با مختصر بودنش در برگرنده مفهوم پس این سوره با مختصر بودنش در برگرنده مفهوم های است که هیچ سوره از سوره قرآن آن را در بر ندارد این سوره توحید سیگانه را در بر گرفته است توحید ربوبیت که از رب العالمین گرفته می شود و توحید الوهیت که به معنای پرستش الله تعالی است که او یکتاست از کلمه الله و ایاک نعبد و ایاک نستعین گرفته می شود و توحید نام ها و صفت ها که به معنای باور داشتن به صفت کامل است الله تعالی برای خودش ثابت نموده و نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم به تعطیل کردن و مانند کردن آنها را برای الله تعالی اثبات کرده است و براستی بر این کلمه الحمد دلالت می کند همان گونه که گذشت و اثبات نبوت از فرموده او اهدنا الصراط المستقیم گرفته می شود زیرا یافتن راه راست به رسالت امکان ندارد و اثبات جزا برای عملها از فرموده او مالک یوم الدین گرفته می شود و همانا جزا و عدل می باشد زیرا معنای دین به عدل جزا دادن است و این سوره تقدیر الهی را اثبات می کند و اینکه بنده فاعل حقیقی است به خلاف قدریه و جبریه که چنین اعتقاد ندارند بلکه در برگرنده رد همه اهل بدعت و گمراهی است و این از فرموده او اهدنا الصراط المستقیم گرفته می شود زیرا آن شناختن حق و به آن عمل کردن است و هر بدعتکار گمراه با آن مخالف است و در برگرنده دین برای الله از روی عبادت و یاری جستن است این مفهوم در فرموده او تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین پس حمد و سپاس الله راست که پروردگار جهانیان است